نام من اله نورزاد است، فارغ رشته کامپیوتر ساینس می باشم. زمانی که من از مکتب فارغ شدم، نظر به علاقه که به تکنولوژی داشتم، انتخاب اولم در کنکور کامپیوتر ساینس بود و خوشبختانه به پانتون کابل رشته کامپیوتر ساینس رای یافتم و موفقانه این رشته را به تمام رسندم. در او سال که ما درس می خواندیم متاسفانه که زیاد نبود، یعنی حدود 10% صنف ما اگر دختر بود، اما سال بعدی که بودن نظر به سهمیه بندی که شده بود ما بسیار می دیدیم که دخترها زیادتر اشتراک می کردن و زیادتر در صنف در حدود 40-50% دخترها بودن و ما همچنان می دیدیم که در پروژه های مختلف کار می کردن مثل بچه ها بود، یعنی چیز کم از بچه ها نداشتن، هم از نظر تیوری و هم از نظر کار که میکردن هم از نظر پرکتیکا بسیار زیاد پیشرفت های زیاد صورت گرفته در این سالا. فاینال یر پروژیکت ما یک اپلیکیشن آنلاین سروی بود که ایرا به خاطر پانزای ما جور کرده بودم، چون در همون زمان دو سنفی دیگه ما سر یک پروژیکت کار میکردن که کورس منیجمنت سیستم به خاطر پانزای ما بود و کورس منیجمنت سیستم کارشی بود که چه قسم تمام امی درس ها به شکل الکترونیک هم را شاگرد ها شیر شوه و چه قسم امی تمام پروسس های که در یک پانزای می باشه به شکل آنلاین صورت بگیره و به خاطر که این پروسس ها و او درس هایی که شریک میشه ازشان یک ارزیابی صورت بگیره، همیشه همه ساله استادای ما بر ما یک سروی بکردن که او همیشه پیپر بیس می بود و کاغذی می بود. به خاطر که در کنار از او پروژه بتانیم که بخش ارزیابیش هم ما به شکل آنلاین بسازیم، باز ما بنابر او ضرورت آنلاین سروی را ساختم که به خاطر خود پانزای ما ساخته شده بود که در کنار یا انتگریت میشد با همو پروژه کورس منیجمنت سیستم که یک پروژه کامپرهنسیو کامل برای پانزای ما بسازه. به همون نسبت که در پانتونا حضور دخترها کمتر است، در تکنولوژی در بازار کار اون نسبت بسیار زیادتر است. حتی کسایی که از تکنولوژی از کامپیوتر ساینس فارغ میشن اونا وقتی کار میکنن در این بخش کار نمیکنن زیادتر، یک پرابلم است. اما خوشبختانه در این بین کسایی هم هستن که کار میکنن و کسایی هم هستن که واقعا دستاوردهای بسیار خوب داشتن در بخش تکنولوژی از بخش خانما. چطور میتونیم که تا 10 سال آینده پیش بینی کنیم که این نسبت زیاد میشه، کم میشه یا همین قسم میمونه؟ در صورت که ما خود همین خانمایی که کار میکنن در بخش تکنولوژی، اینا همراه با مردا این انیشیتیو آغاز کنن که نقش دخترها را بیشتر کنند در تکنولوژی و ای که به اونا مثلا کسایی که نو داخل بازار کار میشن در تکنولوژی به قسم از این نباشه که بسیار به یک دیده ببینن که چرا این دختر از چرا کار میکنه در تکنولوژی، این کار که زیادتر مردا میکنن، که متاسفانه این دیدگاه در جامعه ما امروز است. اما وقتی که همین لیدرهایی که فعلا موجود هستند، چی خانما باشن چی مردا باشن، اگر برای اینا مثل یک رول مدل شون، برای اینا مثل یک الگو شون، از کسایی که نو وارد بازار کار میشن پشتیبانی کنن و به اونا واقعا یاد بدن و اونا را به خاطر رشدشان کمک کنن، میتونیم که این نسبت بسیار بیشتر شود. هدف ما این است که کمک کنم دخترای دیگر که بتانن در بخش تکنولوژی درس بخوانن و در این بخش کار کنن. به خاطر از این اولین کار که ضرورت است ای است که اونا باید به اینترنت کنکت شوند و در این بخش باید کار صورت بگیره و ما هم به حیث یک ممبر که اینترنت سوسایتی که ممبر والنتیر هستم میخوایم که در این بخش کار کنم و به دخترها از همو زیادتر از وقتی که در مکتب هستن به اینا بتانم که اینترنت کنکتیویتی را به اینا فراهم کنم و در این بخش بهشان کار کرده بتانم، چون وقتی که اونا با اینترنت کنکت شوند اینترنت خودش یک دنیای است که پر از منابع است، اونا میتونن که با بسیار منابعی که بتانن که تحصیل کنن یا بتانن که چیزای نو یاد بگیرن به اونا اکسس پیدا کنن. Women in Lead یک پروگرام می باشه که زنانی که امروز در جامعه ما به سطح رهبری قرار دارن
دارن اونا را معرفی میکنه، چی در عرصه تکنولوژی باشه چی در عرصه بزنس باشه، یعنی او زنانی که میتونن رول مدل باشن برای کسایی که تازه از پوهنتون فارغ میشن یا کسایی که تازه از مکتب فارغ میشن، که اونا بتونن که مثال زیر ببینن که زنها واقعا میتونن کار کنن، واقعا میتونن که در مقامات رهبری برسن و بتونن که در جامعه خود یک رهبر باشن. اونا را معرفی میکنه که کسایی که تازه هم هستن اونا بتونن یک ایده بگیرن و اونا هم بتونن که ایرا ببینن واقعا که میتونن اونا هم به چنین جایگاهی برسن.